و باز در امثال 2:4-5 میخونیم نسبت به زندگی هدفمند، که میباید هم علم رو در نظر داشته باشیم و هم ثروت رو. در از علم و ثروت برای همون گونه که برای بدن ما آب و اکسیژن هر دو لازم هست، علم و ثروت باید توی زندگی ما هر دوش به کار گرفته بشه. امثال 2:4-5 میگه همانطور که برای به دست آوردن پول و برای پیدا کردن گنج زحمت میکشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما. اگر چنین کنی معنی ترس از خدا را میفهمی. واو، متوجه شد چی شد؟ یعنی زمانی که شما به دنبال ثروت هستید، نه تنها دنبال چیز بدی نیستید، اما اگر قدم با یک حکمت و علم درست باشه، شخصی هست که درک درست نسبت به خلقت خدا داری. پس ما نمیتونیم بگیم آدم های ثروتمند آدم های که اهل علم هستن آدم هایی هستن که از خدا دور هستن. خیر، اگر هدفمند باشن، کار خدا رو درک کردن و درک میکنن اون هدف رو و اعلام میکنه و در شناخت خدا موفق میشوید. زمانی که هر دوی اونها این دو بازو میتونه توی زندگی شما کار کنه.